گیتی پاشایی، خواننده ای که اسمش هم مثل هنرش کمیاب بود و با صدا و چهره زیبایی که داشت برای همیشه تو ذهنها موندگار شد. اون همیشه با نوآوریاش تو سبک لباس پوشیدن و آرایش و موی سر و حتی خوانندگی از همنسلای خودش متفاوت تر بود. خواننده ای بود که شعر میدونست و آهنگسازی بلد بود. اما چی بر سرش اومد؟ گیتی که همیشه از حاشیه دوری میکرد و سعی میکرد زندگی آرومی داشته باشه، چی شد که تو زندگی پرفراز و نشیبش با مسعود کیمیایی و خیانت دوستش به اون تا به امروز هم داستان زندگیش بر سر زبونها بوده؟ سلام، من زهرالملکم و اینجا کانال شهر فرنگه. تو این ویدیو به زندگی گیتی پاشایی تهرانی میپردازیم، پس در ادامه با من همراه باشید. گیتی، خواننده متفاوت و محبوب قبل از انقلاب، در روز 23 خرداد سال 1319 در تهران به دنیا اومد. 4 خواهر و 2 برادر داشت که گیتی اولین فرزند و بزرگترین اونا بود. توی خانواده سرشناس و هنرمند بزرگ شد و پدر بزرگش جعفر منصوری شاعر و استاد تار و خط بود. تار و ستار رو به مادر گیتی یاد داده بود و گیتی هم از همون دوران کودکی با موسیقی آشنا بود. از همون زمان علاقه زیادی به خوانندگی داشت، تا جایی که گفته بود به خاطر داره که اولین ترانه‌ای که خونده در سن 2 سالگی و در کودکستان بوده. تو دوران دبستان تو برنامه‌های هنری که توسط مدرسه ترتیب داده می‌شد شرکت می‌کرد و آواز می‌خوند. اون دبیرستان رو تو مدرسه شاهدخ گذروند و تو اون دوران یه کادر هنری تشکیل داده بود که خودش ریاست برنامه‌های هنری دبیرستان رو به عهده داشت. به خاطر شرکت تو برنامه‌های هنری و ورزشی یه دختر کاملاً سرشناس بود. تو ورزش هم مثل خوانندگی پیشرفت فراوونی کرده بود و 2 سال پیاپی در مقام کاپیتان تیم بسکتبال و والیبال دبیرستان در مسابقات شرکت کرده بود. اون در مصاحبه‌ای گفته: بهترین خاطره و بزرگترین افتخار زندگی من زمانی بود که در کلاس سوم متوسطه بودم و از طرف دبیرستان در برنامه‌ای شرکت کردم و در حضور شاهنشاه آریامهر در تالار فرهنگ برنامه اجرا کردم و به عنوان یک شاگرد بسیار با استعداد به دریافت جایزه از دست مبارک شاهنشاه نائل شدم. همین افتخار بزرگ باعث شد که عده‌ای از مسئولان هنرهای زیبای کشور که در اون جشن حضور داشتن و ناظر برنامه بودن، روز بعد نماینده‌ای به دبیرستان بفرستن و منو برای شرکت در کلاس آوازهای هنرهای زیبا نامزد کنند. من با موافقت پدر و مادرم و مسئولان دبیرستان در آن کلاس‌ها شرکت کردم و مدت 2 سال زیر نظر استادانی مثل فرامرز پایور، مهدی فروغ و محمود کریمی ردیفای موسیقی سنتی ایران رو آموختم. تو اون دوران خواننده‌های زن کم بودن و دلکش جزو خواننده‌های محبوب و سرشناس بود. گیتی هم مثل خیلی از جوانای اون دوران علاقه زیادی به صدای دلکش داشت، جایی که آهنگای اونو میخوند و صداشو تقلید میکرد. خودش گفته شباهت خیلی زیاد صدای من به صدای دلکش تو اون زمان باعث شده بود که من به دلکش دبیرستان شاهدخ معروف بشم. علاقه من به صدای دلکش به حدی بود که یه روز در مراسم عروسی یکی از فامیلا تو باشگاه نیرو هوایی که دلکش دعوت شده بود و اجرا داشت، بعد از اجرای برنامه دلکش من آنچنان تحت تاثیر صدای اون قرار گرفته بودم که به شدت شروع به گریه کردم. تو همون حال خودم رو به دلکش رسوندم و دستش رو بوسیدم. دلکش هم با مهربانی صورت من رو بوسید و جای ماتی که لبای اون روی گونه من مون. من تا مدتها صورتم رو نمی شستم چون می ترسیدم جای بوسه دلکش پاک بشه. گیتی کلاس دهم بود که پدرش رو از دست داد. هنوز درد این حادثه التیام پیدا نکرده بود که یه سال بعد حادثه غم‌انگیز دیگه‌ای اونو به شدت آزرده خاطر کرد. خواهر کوچیکترش که گیتی علاقه شدیدی به اون داشت، به یه بیماری مغزی مبتلا شده بود و چون پزشکان از معالجت قطع امید کرده بودند، دست به خودکشی زده بود. مرگش آنچنان گیتی رو دگرگون و بیمار کرده بود که مادرش از ترس و ناچاری اونو برای استراحت و ادامه تحصیل به خارج از کشور فرستاد و اون زمانی بود که گیتی دیپلم گرفته بود. گیتی به آمریکا رفت و مدت 5 سال در آمریکا در دانشگاه سیتی کالج نیویورک در رشته معماری مشغول به تحصیل شد.
تو سیاتل آمریکا لیسانس هارمونی و ارکستراسیون گرفت و یه سال بعد به انگلستان رفت و یک سال و نیم هم در آلمان در رشته زبان تحصیل کرد. در خارج از ایران هم به خاطر علاقه‌ای که به کار خوانندگی داشت تو بیشتر برنامه‌هایی که دانشجویان ایرانی مقیم خارج از کشور ترتیب می‌دادن شرکت می‌کرد. تا اینکه در سال 1969 در جشنی که ایرانیان مقیم نیویورک در هتل نیویورک ترکیب داده بودن شرکت کرد و با یه ارکستر بزرگ ایرانی و خارجی خوند. این برنامه تو اون شب آنچنان جالب بود که چندین بار گیتی روی سن اومد و برای حاضران در جشن خوند. اونها هم به شدت براش ابراز احساسات کردن و همین استقبال شدید باعث شد که دو تن از نایت کلاب دارن یا آمریکا به اون پیشنهاد بدن که به کاباره اونها بره و با اونها قرارداد ببنده. یکی از فامیلای نزدیک گیتی که ناظر گفتگوی اون با دو مرد آمریکایی بود، به گیتی میگه که ایران خیلی تغییر کرده و طرز فکر و برداشت مردم نسبت به هنرمندان و فعالیت هنری اونها عوض شده. از گیتی میخواد که فوری به ایران برگرده. این در حالی بود که گیتی اقامت دائمی آمریکا رو داشت. ولی آنچنان تحت تاثیر تعریفای فامیل خودش قرار گرفته بود که بلافاصله از شرکتی که تون استخدام شده بود استعفا داد و رهسپار ایران شد. وقتی به ایران میاد به مادرش میگه که برای همیشه به ایران برگشته تا خواننده بشه. مادرش کلی جا میخوره و به سختی با اون مخالفت میکنه و میگه من به مردم چی بگم؟ بگم که دخترم بعد از 7 سال و نیم تحصیل در آمریکا میخواد خواننده بشه؟ اما در نهایت وقتی علاقه گیتی به خوانندگی رو میبینه و گیتی اونو تهدید میکنه که اگه با خوانندگیش موافقت نکنه بازم به آمریکا برمیگرده، دست از مخالفت برمیداره. دو هفته بعد از برگشت به ایران، گیتی به رادیو میره و تو رادیو تست صدا و خوانندگی میده. گیتی از این امتحان سربلند بیرون میاد و به عنوان خواننده رسمی تو رادیو استخدام میشه. در اواخر دهه 40 فعالیت رسمی خودش رو با خوانندگی در رادیو و تلویزیون تا یه همکاری با آهنگسازهایی مثل زنده یاد محمود قراملکی شروع میکنه و به خوندن تصنیفهای مردمی مشغول میشه. اولین آهنگی که گیتی به صورت رسمی خونده به اسم سرگذشت بوده که از ساخته های پرویز مقصدیه. بعد از اون ترانه افغانی کاروان رو خوند و به این ترتیب وارد عالم هنر شد. ترانه های گل مریم، شب من شب تو، دل بلهوز از جمله ترانه های اون در این دوره هستن. در عرض 3 سال گیتی در ردیف خواننده های سرشناس ایرانی قرار گرفت و همین شهرت ناگهانی باعث ناراحتی بسیاری از خواننده های معروف اون زمان شد. اما گیتی بی توجه به این حسادت ها به راه خودش ادامه داد. خودش در این باره گفته من هر چه دارم از مردم دارم. به همین جهت از مردم متشکرم که این همه منو حمایت کردن و با حمایت های خودشون باعث شدن که من در ردیف خواننده های قرار بگیرم که سالها زحمت کشیدن و به این ترتیب یه شبه راه 100 ساله رو طی کردم. البته ناگفته نماند که من مقداری از این شهرتم رو هم مدیون رفتار خودم میدونم. توی این مدت هرگز به کسی باج ندادم چون روی پای خودم وایستادم. هرگز شایع ساز و بدبین نبودم و در جواب اونهایی که میگن محیط هنری ایران آلوده است باید بگم که این خود ما هستیم که آلودگی رو به وجود میاریم. وقتی از اون در مورد دلیل ازدواج نکردنش میپرسن میگه زندگی بی عشق هرگز لطفی نداره و عشق در زندگی من مقامی پر ارزش داره. من عشق رو به خوبی میشناسم و با زیر و بمای اون آشنا هستم. در سال 46 اون زمان که تو نیویورک بودم با یه پسر ایرانی آشنا شدم و علاقه شدیدی به اون پیدا کردم. اما زندگی من و اونو خیلی زود از هم جدا کرد. آتش این عشق هرگز خاموش نشد و هنوز هم جارم رو میسوزونه. به غیر از اون به کس دیگه ای نمیتونم فکر کنم. اون زمان که هیچ بودم اونو دوست داشتم. الان اگه یک کتاز عالمم بشم باز هم اونو دوست خواهم داشت و فقط به اون فکر میکنم. فقط به اون. زمانی که تصمیم به ازدواج بگیرم حتما با مرد ایدئال و مورد علاقم خواهد بود. برای آینده خودم تصمیمات فراوانی گرفتم. بدون در نظر گرفتن عشق و ازدواج که علتش را بیان کردم، ترانه های جدیدی آماده کردم که یکی پس از دیگری خواهم خواند. همچنین پیشنهادهای فراوانی برای بازی در فیلم به من شده که هنوز تصمیمی نگرفتم چون آمادگی این کار را ندارم.
گیتی از خواننده های خوشبوش و با سلیقه اون دوران بود. تو شوهای تلویزیون و عکسایی که از اون تو مجلات به چاپ می‌رسید و تو مجلات و مجامع پوشیدن لباس های عجیب غریب، آرایش متنوع موی سر و آوردن گروه رقص و برنامه‌هاش توجه همه رو به خودش به عنوان یه خواننده نوآور جلب می‌کرد. علتش هم این بود که اون در سفری که هر سال به اروپا انجام می‌داد، آخرین پدیده‌های مد رو با خودش به تهران می‌آورد. اما جالبه که همین مسائل مدت‌ها بین رامش و گیتی اختلاف ایجاد کرده بود و هر کدوم دیگری و محکوم به تقلید از دیگری می‌کرد. اون همچنین تو کار خوانندگی هم سبکی نو متفاوت داشت و با انتخاب اشعار مولانا گام تازه‌ای در این راه برداشته بود. تا جایی که در سال 1354 به عرفان و تصوف رو آورد و بعد هم روی اشعار شاعرانی مثل مهدی اخوان ثالث، احمدرضا احمدی، محمدعلی سپانلو و نصرت فرزانه آهنگسازی کرد. آشنایی اون با مسعود کیمیایی، کارگردان فیلم‌های فارسی اون روزا سر و صدای زیادی به راه انداخته بود. همه مجلات و روزنامه‌ها به این موضوع می‌پرداختند. اما گیتی که زمانی پر سر و صدا و جنجالی بود، مدتی بود که سکوت و انزوا رو اختیار کرده بود و بدون توجه به این شایعات اکثر اوقات خودش رو با مسعود می‌گذروند. در 24 مرداد سال 55، مجله دختران و پسران با چاپ عکس نامزدی گیتی و مسعود به شایعات پایان داد و اعلام کرد بالاخره به دنبال شایعات فراوان مسعود کیمیایی و گیتی با هم نامزد شدن و در آینده نزدیک شاهد عروسی اونها خواهیم بود. همچنین تو این گزارش اومده بود که مراسم ازدواج اونها به صورت خودمانی در شمال برگزار شد. مسعود کیمیایی در این مصاحبه گفته بود گیتی رو باید دور از شهره رادیو تلویزیونش قضاوت کرد. گیتی آگاه هست، با شعر آشناست، با فکر کردن آشناست و این چیزی است که از چهره آشنای تلویزیون ها به دست نمیاد. باید گیتی رو شناخت و من آن را شناختم و همین دانستن او من را جذب او کرد. و در یک کلام گیتی یک آدم با فرهنگ است. گیتی هم در ادامه در مورد مسعود اینطور گفته. مسعود جدا از این که میتواند مرد زندگی باشد، مصاحبی است دانا که من رو آگاه میکنه. در هر زمینه‌ای شناخت و آگاهی داره. بعضیا مسعود رو فیلمسازی آگاه میدونن، در حالی که مسعود میتونه شاعر باشه، نویسنده باشه، فلسفه بشناسه و جامعه شناسی بدونه. در ادامه هم عنوان شده بود که بعد از این آشنایی شیوه ی آرایش و لباس پوشیدن گیتی تغییر کرده که به درخواست مسعود بوده. اونها مدتی بعد زندگیشون رو تو ویلای مدرن در کرج که خودشون اون رو ساخته بودن شروع کردن. این ازدواج باعث شد تا گیتی هم به جمع هنرپیشگان سینما در بیاد و یه سال بعد در سال 1356 در فیلمی به نام سفر سنگ که ساخته یه همسرش مسعود کیمیایی بود ایفای نقش کنه. این فیلم تونست تو فستیوال فیلم قاهره موفقیت زیادی کسب کنه و گیتی به عنوان بهترین بازیگر زن انتخاب بشه. اما بعد از اون دیگه تو هیچ فیلمی بازی نکرد. در سال 1359 ثمره این ازدواج پسری شد به اسم پولاد کیمیایی که در حال حاضر هنرپیش است. پولاد که مادرش رو در سنین نوجوانی از دست داده، درباره مادرش گفته خوشبختانه مادر من انقدر کارهای هنری فراوان انجام داده که باعث میشه دلم براش تنگ نشه. البته از اون جهت که دیگه کنارم نیست دلم براش تنگ میشه، اما حضورش رو همواره در لحظه لحظه زندگی حس میکنم. بعد از انقلاب 57 و ممنوعیت خوانندگی برای زنان، گیتی با ناراحتی به آمریکا رفت و تو آمریکا گرین کارت و مبلغ هنگفتی از اون به سرقت رفت. ناچار به ایران برگشت و به طور جدی به کار آهنگسازی پرداخت و برای فیلم‌های تیغ و ابریشم در سال 1365، سرب در سال 1367 و گروهبان در سال 1369 که هر سه از کارهای مسعود کیمیایی بودن آهنگسازی کرد. اون در سال 1368 به آلمان رفت و در شهر هامبورگ یه دوره موسیقی کلیسایی و ترانه‌های مذهبی رو گذروند. پولاد در مورد این سفر گفته ما برای شرکت فیلم صبح در یه فستیوال به آلمان رفتیم. تو اونجا پولی که برای هزینه هامون برده بودیم دزدیدن. چون اون زمان شرایط زندگی در ایران سخت بود، مادرم سعی داشت من در آلمان تحصیل کنم و همونجا زندگی کنیم و پدرم کارهاش رو در خارج از ایران تولید کنه. اما پدرم علاقه زیادی به برگشتن به ایران داشت. پدرم برگشت و من و مادرم در آلمان ماندیم و پناهنده شدیم. مادرم در آلمان مریض شد. منتها یه دوره ای علاج پیدا کرد.
بعد از اون پدرم فیلم تجارت رو میخواست بسازه که من نقش خودم رو بازی میکردم و پدرم این فیلم رو ساخت تا من و مادرم به ایران برگردیم، چون اعتقاد داشت گیتی در ایران جایگاهی داره و باید به ایران بیاد. در نهایت هم ما به ایران برگشتیم و حال مادرم بد شد. مادرم در 17 اردیبهشت سال 74 بر اثر بیماری سرطان سینه در تهران درگذشت و در قطعه 103 بهشت زهرا غریبانه به خاک سپرده شد. اما این مرگ و رابطه مسعود کیمیایی با گوگوش و ازدواجشون بعد از مرگ گیتی که به قول گوگوش دوست صمیمی هم بودن باعث شایعات زیادی شد. اما این موضوعی نبود که فقط همین یه بار اتفاق افتاده باشه. تو ذهن مردم علامت سوالی درباره خیانت گوگوش به دوست نزدیکش باقی مونده بود. تا اینکه گوگوش در مصاحبه‌ای که با خانم هما سرشار داشت به این موضوع پرداخت و گفت: پای من به واسطه گیتی به خانه مسعود کیمیایی باز شد و زمانی که به ایران برگشته بود طی تماسی با من از من خواست تا همدیگر رو ببینیم. اون شب مسعود کیمیایی با روی باز از من استقبال کرد و شب دیر وقت بود که میخواستم به خونه برگردم که گیتی گفت مسعود تو رو میرسونه. تو راه که داشتیم میرفتیم ازم پرسید فیلمایی بعد از انقلابم رو دیدی؟ گفتم نه. گفت من برات میارم، یه سری هم فیلم میارم که ببینی. از اون روز مسعود هر وقت از در خونه من رد میشد فیلم میآورد. گیتی همون شب به من گفته بود که داره باز به آلمان برمیگرده. زمان خدافظی به من گفت مواظب مسعود باش و همدیگر رو تنها نذارین. چند شب بعد مسعود به من زنگ زد و گفت میخوام ببرمت پیش فریبرز لاچینی و من بعد از سالها رفتم پشت میکروفون. اون شب برام یه شب فراموش نشدنی بود و من خیلی ممنون کیمیایی شدم. از اون به بعد من و مسعود با هم دوست شدیم. بعد از این مدت خبردار شدم گیتی داره برمیگرده و حالش هم اصلا خوب نیست. تا جایی که مسعود ماشین منو میگرفت و اکسیژن گیتی رو ببره و بیاره. چند روز بعدم گیتی وصیتشو گفت و فوت کرد. همون روز بعد از فوت گیتی مسعود دست فرزندش پولادو گرفت و به خونه من آورد و از اون به بعد همه با هم در خانه من زندگی میکردیم و ما ازدواج کردیم. مسعود کیمیایی به من کمک کرد تا در خارج از کشور کنسرتی برپا کنم و بعد هم من را همانجا رها کرد و با پولهایم به ایران برگشت، چون خواست پولاد این بود که به ایران برگردد. پولاد کیمیایی در واکنش به صحبت‌های گوگوش گفت: 17 اردیبهشت سال روز مرگ مادرمه که از سرطان درگذشت، اما واقعیت اینه که کشته شد از شکست روحی. خانم گوگوش، اگه مادرم بود میگفت که با پسرش چه کردید. گوگوش واقعا نامادری بدی بود. شما از 2 سال قبل با پدرم رابطه داشتی. شما گفتی که مادر من دست پدرم رو تو دست تو گذاشته و اونو به تو سپرده. اما یه نگاه به کارنامه خودت بنداز ببین کدوم آدم عاقلی شوهرش رو دست تو میسپاره. خانواده من هیچ مشکلی جز غربت و دوری نداشت. روزی که من اومدم خونه شما برای این بود که پدرم با تو قبلا زندگی میکرد و من سالیان سال از پدرم بدم میومد. من بعد از کنسرت های شما و برگشت به ایران پدرم رو شناختم و رابطمون با هم خوب شد. مسعود کیمیایی هم بعد در گفتگوی صحبت های گوگوش رو از سر بی‌معرفتی و بی‌وجدانی اعلام کرد و در ادامه گفت: من بلد نیستم آدم ها رو به لجن بکشم. بلد نیستم جواب این همه بی‌معرفتی رو بدم، وگرنه حال و روز من این نبود. در اینجا داستان زندگی گیتی پاشایی تموم میشه. مرسی که تا اینجای داستان با من همراه بودین. لطفاً برای حمایت از من این پست رو لایک کنین، نظرتون رو کامنت کنین و اگر تا به حال عضو کانال شهر فرنگ نشدین با زدن دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش عضو کانال ما بشین و از پستای بعدی من با خبر.